ارشن جان سلام، شرمنده که اینقدر منتظر بودی. سلام، خوبی آرمین؟ شرمنده من نه بابا، نه مهم نیست. نه اوکی، سلام خوبه؟ بله صدات خوب. میبینم هم که آریا منتظره، علیگور، نوید، شرمنده قاسم هم برگشت، سالار، شرمنده، نازنین و کسای دیگه که منتظره بودن ولی رفتن. ارشن بگو. من سعی بگم بچه ها منتظرم زیاد نباشن. یه داستانی که هست اینه که یه چیزی بگم راجع به این قضیه. دارم چند سریه دقیقا داره همین بحثا شکل میگیره. خب من احساس میکنم که اصلا هیچ پیشرفتی هم توش نیست. یعنی هر سری به خاطر اینکه دوتا قرائت مختلفه، مثلا 260 واقعا من خودم خیلی دوستش دارم، با اینکه حالا نهیدمش، اینا خیلی بچه خوبیه، تو همه مسائلم خیلی منطقی، همیشه قبول میکنه، بلا جز یه مورد. ولی به نظر من هر سری داره همین بحث ها میشه و خب وقت هم واقعا از همه بیشتر بهش میدی. فکر کنم یه ذره در حق بچه ها کسایی که حالا خیلی حرف دارن، سوال دارن و اینا، یه ذره داره اجحاف میشه. ولی به نظرم تا موقعی که نشه به یه چیز مثابت برسین راجبش که چی بخونین، یعنی ترجمه کنین، همین داستان ها پیش میاد. و همون مثلا خود منم هم میتونم، همون تو قرآن چیز خوبم هست دیگه، مثلا چند بار راجبش صحبت کنیم، همه چیش که بد نیستش. مثلا یه بار فکرم خودت رو گفتی که مثلا قرآن جزء اولین کس مثلا چیزایی بوده که اون موقع مثلا به یتیما چقدر اهمیت میداد، درسته؟ من میگم هیچ کتابی سخته که یه کتاب رو بنویسیم که کاملا بد باشه، یک دینی درست بکنیم که کاملا بد باشه و اون قسمت هایی که ممکنه خوب باشه اتفاقا این دین رو خطرناکتر میکنه. یعنی قسمت های خوب یک دین اتفاقا بدترین قسمت هاشه، بخاطر این یک، برای اینکه باعث تبلیغ یک عقاید بسیار خطرناک میشه. آره درسته. من حتی اون قسمت های خوبش هم من بلدم، مثلا بگیم بهترین آیه قرآن کدومه، بیا من اجی برای تفسیر کنم بگم نه این داره مثلا اینجا فلان چیز رو میگه، این دقیقا همین کاری که میشه با این آیه هایی که مشکل داره آدم بکنه. مثلا میگه که آقا اینجا منظورش اینه، منظورش کشتن نیست، ولی منم هم میتونم راجع به خوباش همین حرفو بزنم، تفسیر کنم بگم که نه این منظورش دقیقا این نیست. یعنی منظورم کلا اینه که تا وقتی که به نتیجه نرسیم این بحثا فایده نداره به نظرم، از این بیشتریه بخواد بحثش. حالا این به کنار. آره این اکید نکته جالبیه، چون که مسلمان های مثلا قسمت های قرآن که یا دینش اون که ممکنه مثلا برداشته همه خوبه، چقدر جالبه که هیچ وقت نمیان بگن که نه این ترجمهش اشتباهه. مثلا قسمت قرآنی که مثلا میگه که چه بدونم نکم دین نکم ولی دین، چرا اینه که مثلا میگن که ضد جنگن و ضد این چیزا، نمیان بگن که این مثلا، هیچ وقت اونو نمیگن اشتباه ترجمه شده، فقط اون قسمت هایی که بده رو اشتباه ترجمه کرده. آره دیگه قشنگ ببین اون چیزی که به نفع خودت رو داری ازش برداشت می‌کنی. ما هم که بهش اعتقاد نداریم، اگه مثلا اینجوری باشه ما بعد بریم سر تا سرش رو بگیم آقا بده، نه اینجام که اینا گفته منظورشون نیست. ولی خب به ما سعی می‌کنی سیاه‌سفید نبینیم داستانو دیگه. یعنی نکتهش اینه که یه چیزو کلا اگه خوبش رو می‌بینی بعدش هم ببین، بعد نتیجه کلی بگیر. ما چیزی که من می‌بینم مسائل غیر اخلاقی و بعدش خیلی بیشتر از اون برای داستان. من اگه مثلا جای خدایی بودم، تو مثلا چه میدونم کتاب داروین رو میخوای بخونیم، چند تا قرائت میشه از این داشت، چند مدل برداشت میشه داشت. یه مدل دیگه به هر زبونی هم بخونی همه یه برداشت رو میکنه. بعد این چجوریه که راجع اصلا یه خدای فرستاده که 2000 مدل هر کی هرجور دوست داره داره برداشت میکنه، 1000 تا چیز مبهم هم توشه. بگذاریم حالا. تازه حالا سوال داشتم. بگو. نه تو بگو، برای اینکه نه بگو حرفتو، من حرفم خیلی بی ربطه به نه، من فقط میخواستم بگم که اتفاقا مثل کتاب داروین یا کتابای دیگه نیست، برای اینکه اگه شما به این نتیجه، این یه کتابیه که اتفاقا باید از همه کتابای دیگه واضح‌تر باشه. خب برای اینکه هزینه این که شما ندونین این داری چی میگه رو خیلی زیاده. خب یعنی بیشتر شبیه این میمونه که مثلا شما ساختمانتون آتیش گرفته، بعد اومدین بیرون از ساختمان، دارین این مثلا روی دیوار مثلا نشون داده که از کجا برین بیرون که مثلا نسوزید، خب مثلا راه خروج اینا رو به شما نشون داده بقیه که ساختمون داره آتیش میگیره، و به جای اینکه قشنگ نقشه بذاره به شما بگه از این ور برین، یه شعر گذاشته و یه معماست که شما حالا ساختمون داره آتیش میگیره، شما باید این معما رو جواب بدین که بتونین حدس بزنین یه تفسیر درستی بکنین که بدونین از ساختمون چجوری آتیش نگیرید. خب و خب قرآن هم مثل همینه، و از این تازه کلی بدتره، برای اینکه اگه شما این معما رو حل نکنین تو ساختمونتون ممکنه آتیش بگیرین، مثلا 10-20 دقیقه شکنجه میشین میمیرین،
ولی این معمه قرآن رو اگه شما درست نتونین حل بکنین دیگه تا ابد بدبخت میشین دیگه، بهش نمیرین. نمیدونم حالا 262 مثل که جهنمش فرق داره ولی بقیه رو اعمالت مصاب نیست. نه همین رو میگم دیگه، میگم داروین که نگفته کتاب من کتابی درسیه برای زندگی که مثلا فلان، ولی کتابی که اومده این ادعا رو کرده اگه من جاش بودم بعد یه جوری مینوشتم. تازه اونو انسان نوشته، اونو یه موجود برتری میگن نوشته که انسان بود. خب اون وقت کتاب نوشتنش با همسال من فرق کنه دیگه. بعد تازه مثلا شما برو مولوی رو بخون، مثلا مولوی بخونی توش میتونی کوانتوم علنا توش در بیاری اگه دلت بخواد اون شکلی بخونی. تو اون من کتاب آشپزی رو برات میتونم بردارم، میتونم بگم این یه کتاب وحیه، بذارین براتون شروع کنم بهتون نشون بدم که چجوری درباره کوانتوم این میتونم اگه به من وقت بدی هر کتاب آشپزی رو به من بدی من میتونم برای شما یه تفسیری پیدا بکنم که خیلی به نظر بیاد که این اصلا تمام دنیای کوانتوم رو اینجا توضیح داده. الف لام قرمه سبزی مثلا. حالا به من سوالی ازت داشتم خیلی بی ربطه به این بحث، ولی حالا چون نمیخوای بعدا ازت بپرسم اگه بعد یا منتظرشم بچه‌ها بگن تا دوستان بچه‌ها خیلی بپرس سراغ. نه بپرس سری کوتاه. اوکی به من یه مدت راجع به حالا این برنامه شما رو هم دیدم راجع به خودآگاهی و اینا، اینا خیلی برام سوال پیش میاد. مثلا تحقیق کردم راجع بهش اینا، تو خودت به نظر خودآگاهی حالا مثلا میدونی دیگه قدیم همه دنبال یه چیز فیزیکیه، مثلا فیزیک کلاسیک دنبالش بودن، الان خیلی هم میگن که این مثلا به دنیای کوانتوم ممکن ربط داشته باشه. ما از بعد حالا این خیلی داستان داره، یه سری هم میگن که اصلا نه خیلی فراتر از این، اصلا شاید چیز باشه مثلا این خودآگاهی اصلا علت معلول حیات نیست، یعنی علتش ممکنه باشه خیلی فنومنتر باشه. این مرزا فهمیدی؟ آره خب اینا چرته ولی معلومه اینا، یعنی که تو معنی معتقدی این یه جایی تو مغزه که یعنی یه روزی ما میبینیمش، یعنی از همون فیزیک قاعده فیزیک کلاسیک پیروی میکنه. بله فیزیک باید فیزیک کلاسیک باشه، چجوری میتونه فیزیک نوین باشه؟ همه واکنشایی که تو مغز ما داره انجام میشه همش شیمیاییه، چه ربطی با فیزیک کوانتوم داره؟ اصلا کسی هر کسی در باره فیزیک کوانتوم حرف میزنه با مغز ما اصلا اصلا نمیدونه فیزیک کوانتوم در باره چیه، نمیدونه مغز ما چجوری کار میکنه. یعنی شما تمام اطلاعات توی مغز ما، یعنی شما نورون ها رو مثل صفر و یک توی کامپیوتر حساب بکنید و هر موقع یک سیناپسی فایر میشه رو مثلا یک حساب بکنید، هر موقع فایر نمیشه رو صفر حساب بکنید. خب تمام اطلاعات توی مغز ما مثل بر اساس این صفر و یکیه که تو مغز ما وجود داره. خب یعنی هیچ چیز دیگه ای نیست، یا یک سیناپس یا فایر میشه یا نمیشه. خب یک سیناپس یعنی دو تا نورون یا یک ارتباط برقرار میشه یا نمیشه، این صفر و یکه. خب و این این نورون ها با هم و یه چیز البته یه مقدار پیچیده تره، یه سری نورون های به مقدار زیادی اگه بینشون ارتباط قرار بشه این ارتباط قوی تر میشه. خب و نورون های بیشتری دور اون میان، یعنی یه مقدار از کامپیوتر قوی تره، یعنی میاد شبکه. مثلا فرض کنید یه کامپیوتریه که نورون ها فایر بشه یا نشه، سیناپس های بین نورون هامون فایر بشه یا نشه مثل صفر و یکه، ولی کامپیوترمون وقتی که مثلا یه کامپیوتریه که وقتی که میبینه یه جاهای بیشتر صفر میشه یه جاهای بیشتر یک میشه، هارد درایو کامپیوترت شکلش رو عوض کنه خب که بتونه بهتر کار بکنه. خب یعنی همچین مغز ما یه همچین چیزیه. خب مثل یه سی پی یو رم و هارد درایویه که خودش رو همینجوری در هر ثانیه داره آپگرید میکنه بر اساس چیزی که کاربرد بیشتری داره. خب ولی همش همینه. خب اگه همش همینه، شما وقتی تو سیناپس نگاه میکنی، خب یه سیناپس چجوری فایر میشه؟ یه مش چه سدیم و پتاسیم هست که بین دیوارهای یک سلول یا رد میشه یا نمیشه. خب اینا همش شیمیه و فیزیک. خب چه ربطی به دنیای زیر اتمی داره؟ چه ربطی به دنیای کوانتوم داره؟ هیچ ربطی نداره، اصلا ربطی نداره. شما هیچ احتیاجی ندارین که وارد دنیای کوانتوم بشین که بدونین مغز ما چجوری کار میکنه. هیچ احتیاجی نداره. هر کسی درباره دنیای کوانتوم صحبت کرد، اگه درباره مغز و روان و خودآگاهی و خویشتن آگاهی و اینا صحبت میکنه، کاملا رفته تو دنیای شبه علمی.
متوجهم چی میگی، ولی خب این مثلا یه چیزی که هست، مثلا یک آدمی که مثلا گرسنه است، خب اینو میشه مثلا با گفته های خودش مثلا مغزش رو دستکاری کرد، تو ببینی که این حس به کدوم قسمت مغز دستگی ربط داره، درسته؟ این آدمی که تشنه است مثلا تشنگی ببینی به کدوم قسمت مغز ربط داره و اینا، خب ولی یه چیزی قبلا مثلا فکر مثل میکردن، خدا ببین قبلا فکر میکردن که مثلا هر چیزی یه جای مغزه، خب الان دیدن که یه قسمت مغز داره تمرکز میشه ولی خیلی جاهای دیگه مغزم فعاله وقتی هر اتفاقی که میفته. میرازم چه؟ یعنی اونجوری هم اون نیست آره. که فقط مثلا اینجا برای تشنگی باشه، خیلی جاهای آره. مغز با هم، فقط اونجا فعالیتش بیشتره آره ولی در خیلی جاهای مثلا مغز. دقیقا دقیقا آره آره دقیقا. ولی خب مثلا یه سرچ خودآگاهی تو شما نمیتونی بفهمی که، من هم نفهمیدم که یعنی چه جوریه با. اگه اشتباه نکنم نفهمید. الان دقیقا دارم نیست، ولی اون داستان راجع به همین داستان کوانتومی که بهت گفتم چیزم یه همچین چیزا میشه. پنروز رو میشناسی دیگه؟ راجر پنروز، نه کیه؟ بگو چجوری سپلش اونم کنم؟ یه دانشمند، این R O G E R راجر پنروز P E N R O S E انگلیسیه، یه دانشمند انگلیسیه و این اگه شما نکنم اونم مثلا اعتقادش فیزیک کلاسیک مثلا جواب ما راجر خودآگاهی نمیده، یعنی به طریقه اون نمیتونیم به جواب برسیم، بعد جور دیگه دنبالش ما بگرد. این ریاضیدانه، خب این نه شیمیه نه بیولوژیسته. ببین ما دانشمند با نتیجه گیری هایی که من عجیب غریب زیاد داریم، میدونم چه، یعنی ما هر کسی، من میتونم برای شما کسایی رو بیارم که توی یک چیزی بسیار متخصصن ولی یک کاملا خرافاتی هم هستن. خب ما اصلا یک کسایی داریم که تو بیوشیمی و توی مثلا دی ان ای و اینا کار میکنن، چی بود اسمش، فرانسیس یه چیزی، ولی به خدا هم اعتقاد داره. خب یعنی مثال برای اینکه یه کسی رو پیدا بکنین که یه چیزی گفته، من نمیدونم حالا این شخص چی گفته، خب این ریاضیدانه، نمیدونم نظرش چی بوده، ولی حالا مهم نیست کیه. ولی آره اینکه میگی درسته، مثلا همون یه دکتری هم بودش که میگفت مثلا وقتی از آزمایش کرده بود میگفت 21 گرم وزن آدم کم میشه وقتی که میمیره و اینا، یه ترازو، اونم دکتر بود دیگه. آره آدم که زیاده اینجوری، ولی کلا همین سوال خیلی مثل که هنوزم خیلی سوالی، یعنی راجع خودآگاهی خیلی چیزا هست که راجعش نمیدونن. مثلا خودآگاهی سوال زیاد هست، خب ولی اینکه مغز ما تو طبیعت، خب تو دنیای زیست، تو دنیای شیمی، تو دنیای بیوشیمی، تو دنیای فیزیکی، خب تو دنیایی که همه چیزی بالاتر از اتمی میتونه با دنیای فیزیک کلاسیک قابل توجیه هست، خب مغز انسان و فقط در مغز انسان یا مغز حیوانای خیشتن آگاه تونسته بیاد اتم نمیدونم بیاد بره زیر قوانین زیر اتمی رو بیاد عوض بکنه، یعنی روش تاثیر بذاره، برای اینکه بیاد یه خودآگاهی یا یک خیشتن آگاهی به وجود بیاره. یعنی این انقدر، یعنی یک کسی فقط باید یک ذره فهم داشته باشه از علمای ابتدایی که بدون این چقدر یک پیشنهاد مسخره ای اصلا، یعنی نمیدونم چجوری میشه اصلا کسی به اینجا برسه. خب ببینید چیزی که درباره پیچیدگی، ببینید چون ما همین کامپیوتر هم نگاه بکنیم، خب کامپیوتر فقط صفر، یعنی اطلاعات فقط صفر و یکه. خب برای خیلی برای ما تصور این که خب صفر یک صفر یک صفر یک، ما الان داریم مثلا یه فیلم نگاه میکنیم، چه جوری صفر یک صفر یک شده، داره من دارم مثلا دارم چه میدونم مثلا یه فیلم خیلی زیبایی رو دارم نگاه میکنم، انقدر که انقدر با تکنولوژی های مثلا اصلا تکنولوژی فیلم به یه جایی رسیده که یه کارایی توش میشه که اصلا هیچ وقت تصور نمیکنیم به این زودی برسه. خب مثلا فیلم های مارول رو بیا نگاه بکنی، خب اینا همش صفر و یکه، هیچ چیزی به غیر صفر و یک نیست، چه جوری میشه با صفر و یک به این برسی؟ خب خیلی سخت تصورش که از کجا از این میرسیم با اون. خب ولی یه چیز به سادگی صفر و یک ما رو به ما یه هم چیزی رو میده. خب برای ما هم الان هم خیلی سخته که تصور کنیم چجوری یه چیزی که فقط سیناپسه، که سیناپس روشن سیناپس خاموش، نمیدونم حالا فارسی چی میشه، فایر اور نات، خب چجوری یک هم چیزی میتونه به ما هویت و خویشتناگاهی و خودآگاهی و اینا بده؟
چجوری ممکن سخته برای ما تصورش. خب ولی مغز ما اصلا ساخته نشده که بتونه یه همچین چیزی رو تصور بکنه. همونجوری که نمیتونیم تصور بکنیم صفر و یک چجوری به یه فیلم میرسه. خب یک ولی ما تئوریایی هم که الان داریم البته خیلی داره نزدیکتر میشه به اینکه ببینیم چجوری مغز ما میتونه خودآگاهی به وجود بیاره. هیچ کدوم از تئوریایی نمیدونم، حالا شما میتونید یه دانشمند پیدا بکنید که یه چیزی عجیب غریبی گفته، ولی تمام کسایی که تو متخصصن و تو این دارن کار میکنن هیچ کدومشون به این نتیجه نرسیدن. یعنی ما این همه الان داریم کسایی که اصلا تمام کارشون روی پیدا کردن کانشسنسه و متخصصن توی این کار. خب یعنی مثلا و همه تئوریایی هم که وجود داره هیچ کدومش بر اساس چه میدونم یه چیز ماوراءطبیعه یا یه چیز کوانتوم نیست، هیچ کدومش نیست. فقط یه دیپک چوپرا مثلا باید پیدا کنیم که همچین چرت و پرتایی بگه. خب الان برای این ما داریم نزدیکتر میشیم که ببینیم مغز چجوری ممکنه به یک همچین چیزایی برسه، به خودآگاهی یا خویشتن آگاهی اینا برسه، برای اینکه ما هوش مصنوعی رو داریم مطالعه میکنیم. خب و با مطالعه هوش مصنوعی ممکنه ببینیم که مثلا چجوری امکان داره که مثلا جمع‌آوری اطلاعات و محاسبات یه جوری مثلا به خودآگاهی یا خویشتن آگاهی اینا برسه. خب یه تئوری هم که وجود داره، ببین فقط مغزم نیست، شما اگه برین توی دنیای علم ایمرجنس رو مثلا برین مطالعه بکنید، خب که فکر کنم فارسیش میشه ظهور درسته؟ به من بگین تو لایف چت که ایمرجنس میشه یا نه ظهور یا نه. آره ظهور هم میشه ولی یه کلمه بهتر داره فکر کنم. خب من ببین چیزهای این که دانشمندا خیلی چیزهای پیچیده‌ای رو که تو طبیعت چجوری بدون اینکه چیزی از بالا اینو کنترل بکنه به یه نتیجه هایی میرسه، خب و چجوری یک قانونهای ساده اولیه به یک نظم عجیب غریبی میرسه، الان تازه دارن جواب برای این پیدا میکنن. خب یعنی و این که این فقط درباره مغز، یعنی این جواب برای یه روزی ممکنه با این روش جواب برای این که چجوری نورون ها صفر و یک تو نورون های ما به مثلا خویشتن آگاهی میرسه برای این جواب پیدا کنیم. ولی مثلا دانشمندا حتی دارن استفاده میکنن که ببینن اصلا دنیای مورچه. خب مثلا دانشمندا وقتی مورچه ها رو نگاه مطالعه میکردن تا خیلی مدت نمیتونستن بفهمن که چجوری ممکنه بدون یک فرمانده که اینقدر همه چی منظم حرکت بکنه. خیلی سخت بود، برای اینکه اگه هر مورچه رو نگاه بکنی هر مورچه به تنهای خودش یه قوانین خیلی ساده رو دنبال میکنه. خب و اطلاعاتش هم عوض نمیشه، یعنی کسی از مرکز بهش فرمان نمیده که ها اینجا اینجوری شد پس این کارو بکن به جای اون کار. نه، هر اتفاقی که میفته اگه این باشه این کار انجام میده، اگه اون باشه این کار انجام میشه، اگه اینو اونجا بکنه اون کار انجام میشه. خیلی اطلاعات خیلی ساده هر مورچه داره، ولی با این قوانین خیلی ساده همه مورچه ها رو اگه با هم نگاه بکنی انگار مثلا یه لشکریه که با یک فرماندهی یک نیروی مرکزی داره یه کارهای خیلی عجیب رو انجام میده و اگه این کلونی این مورچه ها 2 ساله باشه تمام کلونی یه جور رفتار میکنه، اگه 5 ساله باشه یه جور دیگه رفتار میکنه، اگه 10 ساله باشه یه جور دیگه رفتار میکنه. انگار مثلا مورچه کلونی 2 ساله با مورچه کلونی 5 ساله با مورچه کلونی 10 ساله فرق داره، در صورتی که هیچ فرقی به هم ندارن. همه مورچه های هر کلونی 2 ساله 5 ساله 10 ساله هم اون مورچه فقط یه قوانین خاصی رو خیلی ساده رو دنبال میکنه. همش موندن چجوری ممکنه این همه نظم وجود داشته باشه تو دنیای مورچه ها، وقتی که برای همین یک دنیای امرجنس هم یه چیزی که الان خیلی جدید نتیجه جدیدی داره میسازه که چجوری ما با قوانین خیلی ساده اولیه‌ای به یک همچین نظم عجیبی و بدون کنترل مرکزی میرسیم. اقتصاد هم البته این هم چیزی هست، یعنی اولین باری که اتفاقا کسایی که فیلسوف بودن و مطالعه میکردن و کار اکادمیک میکردن اولین جایی که اینو دیدن، خب قبل از اینکه توی دنیای تکامل اینو ببینن، قوانین ساده‌ای که به یه نظمی میرسه رو ادم سمیف توی اقتصاد دید. خب یعنی بدون یک یعنی و اومد این تئوری رو داد که اگه مثلا یه دولت مرکزی اصلا قانون فقط یه قانونای خیلی ساده اولیه بذاره و بقیه رو بذاره که اقتصاد آزاد باشه، اقتصاد خودش به خودش نظم عجیب غریبی میده بدون که کسی بتونه بیاد این نظم رو تعیین بکنه. این چیزی بود که مشاهده کرد ادم سمیف. خب بفرمایید. من زیاد صحبت کردم. آره نه ممنون، نه توضیح خیلی کامل بود، دمت گرم، مرسی. فقط اینکه راجع به اون چیزا من یه چیزی بگم چون انا 100% مطمئن نیستم، ولی اون
سر راجر پنروز که گفتم نوبل فیزیک داره و سرچ کنی اولین ویدیویی هم که ازش میاد زده که کوانتوم فیزیکس آف کانشسنس. خب این حالا تو بعدا سرچ کن یه وقت داشتی، منم سرچ کنم که مطمئن شم که این حرفی که من گفتم مال همین اینه که میگه بعد تو کوانتوم دنبالش بگردیم یا نه، چون این خیلی معروفه، دانشمند معروفی، ولی نوبل فیزیک هم داره به خاطر بلک هول و اینا. ولی حالا در چون مطمئن نیستم سرچ میکنم، بعدا حالا یه وقت شد با هم صحبت میکنیم. یه چیز کوچولو هم بگم فقط دیگه وقت نگیرم. نوبلش رو من یه چیزی بگم، اینم بگو نوبلش رو به خاطر این چرت و پرتو نگرفت. نه بلک هول گفتم دیگه، واسه بلک هول درست. یعنی یعنی اینم بگو نوبلش برای چیز دیگه گرفت. نوبلش رو برای یه چیز دیگه گرفته. خب بگو. اگه وقت داشتی حالا تو یکی این موضوع، من خیلی دوستم از همین چیزای ساینس و اینا که حالا اطلاعاتی که یادم استفاده کنه. قرار بود یه آزمایشی بود که همون یه بار صحبتش کردیم با هم راجع به اینکه اون دکمه ها رو میزنن و اینا، گفتی مدل خیلی جدید ترش هم مثلا انجام دادن، حالا یه بار توضیح میدم و اینا. یادته کدوم چی؟ یه دستوری که مثلا میرفتن تو اتاق یه دکمه هایی رو میزدن و میدیدن که اینا قبل تو مغزشون مثلا چند میلی ثانیه قبلش. آره گفتی چند تا مدل جدیدترش هم هست، حالا توی برنامه صحبت میکنم اگه حالا وقت شد. یه بار همین اول گفتگوات مثلا راجع به این چیزام هم صحبت کنی، همش سیاسی و اینا نشه، من خیلی بیشتر دوست. آخه اتفاق میفته، مجبور میشیم سعی میکنم. آره میدونم، آره میدونم. دمت گرم، مرسی، ببخشید وقتتون گرفتم بچه، ببخشید منتظرم. نه خواهش، فعلا مرسی، فعلا خوب.